چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. آنجا در معبد بزرگ اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. شلاقی ساخت و همه حیوانات را از معبد بزرگ بیرون راند، هم گوسفندان و هم گاوان را. او میزهای صرافان را واژگون ساخت و سکه های آنان را دور ریخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می فرماید غیرتی که برای خانه تو دارم آتشی در وجودم برافروخته است. رؤسای قوم یهود نزد او آمدند و پرسیدند: چه معجزه‌ای می کنی که نشان می دهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که اینجا گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود. اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او ایمان آوردند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می‌شناخت. لازم نبود کسی درباره آنها چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی دل آنها را می‌شناخت.